خیابان‌های خاکی، کوچه‌های چوبی، خانه‌های بدون برق و فاضلاب شهری، پشت بام‌های شیشه‌ای و مردمانی که آمده اند تا به گونه‌ای دیگر در اینجا زندگی کنند، در یک آبادی حامی محیط زیست. ساکنین محل شخک، اولین آبادی زیست محیطی در اسرائیل، در قلب بیابان نگف در جنوب این کشور تلاش می کنند تا برای نخستین بار زندگی خود را بدون آسیب رساندن به محیط زیست پایه‌گذاری کنند. حتی آنان خانه های چوبی خود را بر روی زمین بنا نکردند تا صدمه ای به محیط وارد نکنند. از آسفالت و آهن و دیگر مواد آلوده کننده محیط زیست نیز در اینجا خبری نیست. برق مورد نیاز این آبادی از طریق باتری هایی تامین می شود که انرژی خود را از نور خورشید می گیرند. و مشخ یوم یش لانو الکول گاگوت پنلیم سولاریم. ما بر روی بام همه خانه هامون پنل های خورشیدی داریم که آنها در طی روز برق را مستقیم به خونه ها میدن و بقیه انرژی باقی مونده رو هم در باتری ها برای استفاده در شب ذخیره میکنن و در نتیجه هم روز و هم شب ما از انرژی خورشیدی برق میگیریم. فاضلاب این آبادی نیز پس از تصفیه برای آبیاری درختان استفاده میشود. زندگی در بین مناظر زیبای بیابان نگب و آرامش بیابانی و همچنین هزینه های بسیار پایین زندگی در این آبادی هدف اصلی جوانانی که به اینجا آمدند تا زندگی بکنند نبوده. هدف اصلی اونها به وقوع پیوستن آرزوی دیرین اونها بوده که همانا زندگی در آبادی باشه که محیط زیست را آلوده نمی کنه. تالیا، تهیلا و نوام ساکنین این آبادی هستند که هر یک به همراه خانواده خود از شهرهای بزرگ اسرائیل با رویای حفاظت از محیط زیست به قلب بیابان خشک نگف کوچ کرده اند تا فرزندان خود را به دور از آلودگی هوای شهر در پاکی هوای این آبادی بزرگ کنند. من 2 تا فرزند دارم. باور کنید اونا از زندگی در اینجا بسیار خوشحالند. ما از شهری بزرگ به اینجا آمدیم تا در پاکی، آرامش و سکوت بیابان زندگی کنیم. در حالی که شهر بزرگ دیمونا از دوردست ها به آبادی کوچک اما پاک محل شخک دهنکجی می کند و گویی می خواهد این محله پاکیزه را در خود ببلعد، اما این آرمانگرایان حامی محیط زیست با ایمان به آینده‌ای روشن و بدون آلودگی هوا با چنگ و دندان از خانه و محله پاک خود دفاع می‌کنند. بابک اسحاقی، اسرائیل.